درود به همه شما عزیزان، از هر جای دنیا که دارین این ویدیو رو نگاه میکنید. یکی از عزیزان برام کامنت گذاشته بودین که در مورد افعال رفلکسیو ویدیو آموزش درست بکنم. دوستان، شما هم اگر برای اولین بار دارین ویدیوهای من رو نگاه میکنید، میتونید در کانال تلگرام و کانال یوتیوب عضو بشین و برام کامنت بذارید که در مورد چه موضوعی دوست دارین براتون ویدیو درست بکنم. خب ببینیم افعال رفلکسیو چه فعل‌هایی هستن؟ اصلا تعریفشون چیه؟ رفلکسیو وربن زند وربن میت اینم رفلکسیو پرونومن زیش. افعال رفلکسیو یا انعکاسی افعالی هستن که همیشه با زیش میان، با حرف اضافه زیش میان. به طور مثال هویت ایست زامستگ، امروز شنبه است. Ich stehe spät auf. من دیر از خواب بیدار میشم. Ich ziehe mich an. لباسامو میپوشم. Käme mich und putze mir die Zähne. موهام رو شونه میکنم و مسواک میزنم. Dann setze ich mich in den Sessel und ruhe mich aus. بعدش میشینم رو مبل و استراحت میکنم. خب عزیزان، کلماتی رو که به رنگ قرمز هستن همین حرف اضافه ما هستن که فعلمون رفلکسیو هست. ولی چرا حالا میش اومده بعضی جاها، چرا بعضی جاها میر اومده؟ من میگم میر برای اینکه دوستانی که تازه دارن زبان یاد میگیرن بهتر بشنون. من معلم هستم و مجبورم که تلفظ کلمات رو جوری ادا کنم که همه بفهمن. ولی همه ما میدونیم که ما هیچ وقت نمیگیم میر در صحبت کردن. شاید بعضی از شهرها با لهجه بگن، ولی همیشه میگیم ایه پوتسه میر دی زنه. خب پس این توضیح در مورد میر. اوکی، حالا ببینیم چرا میش میشه بعضی وقتا، چرا بعضی وقتا میر میشه. ببینید کمه میش اکوزاتیف هست، ولی پوتسه میر دی زنه دندونامو مسواک میزنم داتیف هستش. وقتی شما یک مفعول دوم در جمله داشته باشید، اینجا مثلا دیتسنه. خب رفلکسیو پرونومن ما، حرف اضافه ما به صورت داتیو میاد. خب بریم یک مثال دیگه براتون بزنم. در اینجا اکوزاتیو هست. ایش کم میش، دو کمست دیش، ار کمت زیش، وی کمن اونس، ایر کمت اوش، زی کمن زیش. من موهاموشو نمی کنم، تو موهاتوشو نمی کنی، اون آقا موهاشوشو نمی کنه، ما موهامونوشو نمی کنیم، شما چند نفر موهاتونوشو نمی کنید و شما موهاتونوشو نمی کنید. فرق این ایر بازی که ما در فارسی به هر دو شما میگیم اینه که ایر برای دو نفر به بالا استفاده میشه که مخاطب ما هستن، ولی زی که به صورت بزرگ نوشته میشه یک نفر هست یا دو نفر یا یک جمعی هستش که ما باهاشون مؤدبانه صحبت میکنیم. مثلا خانم و یا آقایون مسن که باهاشون به صورت دو صحبت نمیکنیم. حالا ببینیم چجوری میشه وقتی داتیو میشه. ایش پوتسه میادی تسنه، دو پوتست دیر دی زنه، زی پوتست زیش دی زنه، ویر پوتسن اونس دی زنه، ایر پوتست اوش دی زنه، زی پوتسن زیش دی زنه. یعنی چی؟ ایش پوتسه میر دی زنه، من دندونامو مسواک میزنم. دو پوتست دیر دی زنه، تو دندوناتو مسواک میزنی. زی پوتس زیش دی زنه، اون دختر خانم دندوناشو مسواک میزنه. وی پوتسن اونس دی زنه، ما دندونامونو مسواک میزنیم. ای پوتست اوش دی زنه، شما دندوناتونو مسواک میزنید. زی پوتسن زیش دی زنه، و باز هم شما دندوناتونو مسواک میزنید. خب بچه ببینید، وقتی من دارم فارسی ترجمه میکنم اصلا این میر دیر زیش اونس اوش نمیاد، چون ما در فارسی نداریم. برای همین برای اکثر فارسی زبان ها افعال رفلکسیو مشکل هستش. ولی من اینجا روبروی هم نوشتم،
تا شما ببینید وقتی فقط در میش و دیش هستش که داتیو عوض میشه. میش میشه میا، دیش میشه دیا. خب در بقیه ببینید زیش همون زیش میمونه، اونس همون اونس میمونه، اوش همون اوش میمونه. پس اصلا پیچیده نیست. و یادتون باشه وقتی فعلتون یه مفعول دیگه داره مثل دیتسنه حتما داتیف میاد. خب امیدوارم که یاد گرفته باشین و همیشه همراه من بمونید. در کانال ها برام نظر بفرستید. شاد و پیروز باشید. خدا نگهدار.